سلام برابکس یوتیوب سوهل اقتصادی هستم کانال اقتصادی ریاکشن با امین امین امروز میخواست راجع به دختربازی صحبت بپرسه من گفتم برو بریم خب امین بگو ببینم داستان چی امروز امروز برابکس تو کامنت من دیدم نوشته بودن که راجع به تجربیات از این کار بگو چون شما بالاخره قدرتمندی و توانایی زیاد چی من آره دیگه من که دیدی اون دختر چهار سالش کونم میذاش کجا قدرت نمیده نه خب تو دوران جوانی زیر سی بابا بابا چه دورانی بود یه دوست دختر باز داشتم بهم میگفت من اگه خواهر داشتم با تو قطع رابطه میگردم کی من حتی اگه خواهرم تو کانادا نبود منم حقیقتا اگه اینجوری بود صد اصلا هیچ نه خطرناکی او خیلی بامزه بود این حرفش هیچ وقت هم نمیده قاسم میگه چقدر تو لشی گفت مگه اگه خواهر و میدونی مگه اگه خواهر داشتم مثلا با تو قطع رابطه میکردم هیچ وقت با دوست شدم تا هم وادیوونه ایم که خواهر کنم گفت تو خفه شد تو همه رو میکنی تا اصلا مهم نیست یه بارم دیگه یه مهمونی بودم بعد دستشوی طبقه بالا بود بعد که میرفتی بالا تمام سالن پایین ولی میدیدی اصلا بالا و پر بود واسه بودم اونجا دستشوی که کسی توشی بیاد بیرون و دیگه دوستا اومد بالا بغلم وایسا توی پایین نگاه میکنم مثلا پایین چم مهمونی بود دیگه یالا دو خیالم پسر اخر اینجوری نگاه گفت واقعا خجالت نمیکشی که 80 درصد دختر رو کردی گفتم ببین فرق من تو همینه تو پایین نگاه می‌کنی میگی آها سوال 80 درصد اینا رو کرده من پایین نگاه میکنم میگم 20 درصدشون مونده حالا از اولین باری که رفتی تلاش کنی که با یکی اوکی شی بدی خیلی باله دو تا داستان یادم اون بچگی یکی دختر بود ما خب جفتشون دوستای مامانم دیگه من خوشم میومد ازش رو بهش گفتم که مثلا هی هی خایمالیشو میکردم دیگه زنگ بزنم میگم سلام حالت خوبه چه خوشگلی تو همش خوبه. ولی چیز نبود پا نمیداد دیگه یعنی جواب تلفن میداد لبخنده رو میزد ولی من میگفتم دستتو بده دستم میگفت نه پا نمیداد ولی پسم نمیزد خلاصه ما یه چند وقت طولانی سعی کردیم یا نمیاد چقدر جوابی نداد باز من به خواهرم گفتم که آقا من میخوام مخ دختره رو بزنم اسمش هم رودابه بود اسمو نگاه کن گفتم که آقا میخوام مخ رودابه رو بزنم رودابه به من پا نمیده و دهن ما رو گایده هی میگه سلام عزیزم بعد ولی کاری نمیکنه سلام گفتش که خواهرم که من میتونم بعد مخشو بزنم ولی هرچی من میگم باید گوش بدی گفتم اوکی بعد زنگ زدم به دختره گفت زنگ زدم بهش زنگ زدم به رودابه و باش تلفن حرف زدم اینا بعد خواهم بهش گفتش که بهش بگو که میای با هم فردا شب شام بریم بیرون بعد گفتش که نه من مثلا فردا بیزی ام بعد خواهرم گفت بگو که اوکی گور پدرت گوشو قطع کن روش گفتم چی گفت بهش بگو گور پدرت گوشو قطع کن گفتم اه. این چه حرفی آخه تو میزنی من بعد دختر بعد احترام بذاری بگی عزیزم بنام گربه ملوس و بعد تو مغزم به خودم گفتم که ببین تو که نتونستی دیگه تو هرچی تو مغزت بلد بودی و هر ترفندی که فکر میکردی یه انسان میتونه باش کاما بکنه رو کردی دختر پا نمیده پس باست تو که فرقی نداره این دختر دو با رو برگ سوخته است بیا ببین خواهرت چی میگه ببین خیس عرق شدم خجالت گفتم گور پدرت گوشو قطع کردم بعد شروع کردم سر خواهرم داد بیداد کردن که این حالا الان باید زنگ بزنی جاکش گوشو قطع کردم و به خواهرم گفتم که جاکش این چه حرفی میزنی چه اینجوری کردی مثلا دیگه عمرن دختر به ما پا نمیده و آواز من گوشو ولی تو برنامه ول نمیکنه دیگه گوشو قطع کردم و به خواهرم گفتم که دو چک احمق بازی بود و من این همه زحمت کشیدم دیگه دفنتی دختر پرید و بهت میگم ما خایمالیشو میکنیم و بهش کادو آفر میکنیم و عطر و شام پا نمیده بعد تو بهش میگی گور پدر گوشی روش قطع کن دیگه عمران زنگ زنگ زن. و دیگه عمره همین داشتم زر میزنم تلفن زنگ زد خواهرم یه لبخند زد گفت کستنگ برداشت میگم این چی گوشی برداشت الو ما هم مثلا الان بدیم چی زنگ میزنه الو ای چرا قطع میکنی من که چیزی نگفتم چون ناراحت شدی بعد خواهرم اینجوری کرد یعنی دیدی بعد گفتم گفتم که اوکی بخوام گوش گوش بهش بگو من حوصله مسخره بازی بچه بازی ها ندارم یا فردا میای با هم بریم دیت قرار یا اینکه تو برو راه خود من را خودم منم راه مسخره تو که نیستم من همین رو به دختره گفتم اوکی اوکی, اوکی نه فردا جورش میکنم فردا میتونیم میتونیم آقا دختر اومد بیرون و رل رل شد و رفتیم توش دیگه بعد ولی مثلا بعضی که چند بار با هم مثلا رفتیم بیرون هنو خیلی مثلا چیز نبود فقط به خاطر اینکه من مخشو زده بودم اومده بود خیلی جوری اینکه در واقع به مخشو زده بود اومده بود دیگه من چند وقت پاسو شدم به دوستم هم امیر حسین که همه اسمش رو میشنوین گفتم امیر حسین این دختره مثلا اینجوری که بوش میاد از تو خوشش میاد مثلا ما و بیرون همش جو تو حرف میزنه و اینا بیا بزن تو کارش امیر حسین گفت اوکی دوش روشو بعد دیگه اینا با بودن میمدن خونه بعد میرفتن تو اتاق مثلا چند تا نیم ساعت بعد میمدن بیرون موهای به هم ریخته ماتیک دختره رو صورت امیر حسین لباسش عوض شده مثلا با شلوار جی میرفت و تیشرت با شلوار گرم کن و پیرم میومد و پیرانم برعکس مثلا پوشیده بود بعد گفتیم که امیر حسین بعد اخر خدافظی میکرد میرفت بابا ماماش خیلی گیر بودن بهشون میگفت دانشگاه داره بعد میومد مثلا وقت داشت دیگه میگفت من دو تا چهار بیرون باید باشم مثلا دو نیم میرسی تا سه میداد سه و نیم هم که چهار خونه باشه بعد برمیشه میگفت که همیرسین رفتی تو تا خوب حال کردی نه ما فقط صحبت کردیم آخه مادر ما در چی دروغ میگی دخترا که ما بهت پاس دادیم <تصال> هم که میدونیم داری میکنی لباست هم برعکس میشیدی خدا خود خب هست لباس درسته بوش حقا حقا میخندیدیم خب این دختر اولیه بود که نشد دختر دومی که رفتم تو کارش و مامانم رفتیم مهمونی با سه تا دختر اومدن توی سه دختر جدید اومدن دوسته مامانم که من نهیده بودم شون. من یکیشون خوشم اومد تلفن دادم و تلفن گرفتیم و لاوبازی و بدوستم یه کار خیلی زایه کردم خب الان که فهمیدم با است من دختری یه عکس داشتم نمیم چی شده بود. اون به من عکس داده من به اون عکس داده بودم عکس مو داشتیم همین چند روز یه عکس رد داد کرده بودیم و من عکس دختر رو برمیشم هر روز میگفتم ماچ میکردم بوس میکردم قرب صدقه شدم و چقدر تو خوشگلی فلان بس آیا زنگ زدم بهشون گفتم، گفتم گفتم ببین من عکس تو رو برمی دارم ماچ و بوست میکنم و من قرب صدقه میدم تو همین این کارو با عکس من میکنی دختر گفت چی گفتم این او کس خالی نه من با چی هم چی کاری بکنم گفتم که اوکی من میکنم خلاص خیلی اون روز خجالت کشیدم یعنی قشنگ یادمه که چک <صحن Goshversion> <laughs> یعنی انقدر زایه شدم که اون مثلا گوگو کسخلی چه کار احمقانه مگه مثلا چه فیلمه خیلی خراب بعد این دختره رو بیچاره سرویس کردم باهاش دوست میشدم بعد یه دختره دیگه میومد خوشگل باهاش بریک اپ میکردم با اون دختر دوست میشدم بعد دو هفته خسته میشدم با اون دختر جدید بریک اپ میکردم برمیگشتم با این بعد تو اون دو هفته آینده یه دیگه پیدا میکردم دوباره میرفتم بعد, دو بعد دختر آخر این کار هی با این کردم دختر آخر دوست صمیمی خودش بود که تولد گرفته بود برای هم دیده. این برای اون آره دوست دختر من تو خونش برای دوست تولد گرفته بود بعد اومد من دوست رو زدم روزه <applause> که دیگه اونم تکنیکی آخرین دوست دخترم بود که از ایران اومدم آربش گفتم چون وقتی از ایران اومدم دو تا دوست دختر داشتم دوست دو دوست دختر دو تا نداشتم یه دوست دختر داشتم یه دخترم بود که باهاش دوست بودم ترتیبش میدادم چه جالب ترتیب دوست دخترمو نمیدادم باهاش دوست بودم اون یکی دختری که دوست دخترم نبود باید ترتیبش میدادم چه موقع نمیدونم چه احمقانه بود بعد به اون بعد وقتی ترتیبشو میدادم به اون نگفتم از ایران دارم میرم فقط اونهاش مثل گفت نشستم تو اپم اومدم اینجا بعد یارو مثلا سر ما چهار بعد به من ایمیل زد که دو ماه نخوابیدم اون دنبال تو بودم و فکر میکردم چیزیت شده و و بالاخره فهمیدم که رفتی و ایمیل تو گیر بودم چه آدم کیری هستی من یه باشم رفتم دیگه گفتم آقا من نمیخوام اصلا هیچ رو ببینم به هیچ بگم فقط یه روز صبح بلند میشم دیگه سوهل نیست بعد داشتم واسه قلندری یه بار تعریف میکردم گفتم آره من بخشم به اینا میمونن به هیچی نگفتم خیلی سیکرت و یابوشکی از اینا اومدم بیرون فقط به امیر حسین و علیرضا و بابک و یه امیر حسین دیگه و تناز و سارا و یاسی مثلا یه تا دیگه هستم گفتم امیر حسن و به اینا گفتم یواشکی از اینا اومدم بیرون بعد... قلندر گفت من تو تمام زندگی من انقدر دوست داشتم یعنی همه دوستامو جمع کنی میشه همین چندایی که تو گفتی اینا شد هر کی بود و خیلی با از گفت ببین تلفن اون موقع موبایل ها فقط اسم میخواستی سیف کنی تو سیم کارت میتونی سیف کنی خود خب تلفن ها مموری نداشت سیم کارت هم فقط 100 تا اسم میتونه جا میشه توش خب داشت. مموریش کوچولوه من 100 تا سیم کارتی که داشتم یعنی 100 تا اسمی که داشتم بدون استثنا دختر بودن همه دختر بودن بعد یادم مثلا میافت تو یه مهمونی پسر میومد میگفتش که خیلی مثلا با حال کردم تلفن هم بنویس مثلا یه با هم حالی بکنیم بعد گفتم که داد تلفن جا نداره تلفن تو بنویسم تو تلفن منو بنویس زنگ بزن من جا ندارم اینجوری چیز بود بعد تو دفعه تلفن, برم دفع تلفن می نوشتم برام تلفن بیارم نبود که انقدر دست بود نه آقا نه آقا من خیلی مرتبم دفتر تلفن اینها رو چرا اصلا به خودت اووردی کنه تلفن دوستام دیگه باورم نمیشه من کل دوستان به چهار نفر خط تلفن آتش نشانی 125 من نه آقا الان تقریبا نشون میدم دوربین ببینه خب نه آقا این الان الفه بعد این ب پ ت سه نداریم اورا جم نداریم چم نداریم ه خم نداریم د بره او چقدر سه شه سات سات که دوباره همون سه تی اول تلفن ها رو ببین یک دو سه چهار پنج شیش هفت رقم هم. الان ما چند نفرشون در ارتباط خلاصه اینجا داشتم <applause> هیچ کدوم آلی. هیچ کدوم این صفحه صفحه دخترهای چیزه سهر شبنم شراره ارکیده سارا دنیا کتایون نازنین تارا مهتاب مرواری یار پارمیدا سهر ساقی ستاره نیلوفر النا سروناز گلناز ساحل مینا این دختره که قرار مخشون رو بزنیم در واقع اینجا تلفن خودشون رو داشتم بشی کمو بودم رو نها کن ببینی چقدر رستوران داره توش تمام اولیا رستوران 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 ژاپنی رستوران کاسپین رستوران آریان رستوران درب در رستوران بیژن رستوران صدف رستوران چینی رستوران مهتاب رستوران درب در رستوران 222 بیس ابر رودابه اون ره بود بعد رستوران رودابه رستوران به رنا رکسانا مثلا رسا رضا رامین او فکر کنم رضا دماغه یه <applause> دوستش این دماغش خیلی گنده بشه رضا دماغه تا نه اونه آره چه باها خلاص آره آقا دیگه این داستان اولین دختر بازی من بود اینی که من فکر میکردم باید مثلا خیلی مهربون باشی و آقا باشی و برسی و اینا کاملا اشتباه بود دختر از اونی خوششون میاد که بی و تخمش نیست و ببین بی خیلی لغت سختیه که بگم نباید بی باشی باید بی باشی هر وقت تونستی بتونی اینو بفهمی اون چیزی که دو دختر دوست دارم اگر در بشی تخم تو بخوانی بگیم ا من فلانم دهنه بعد یه گوزم بگیم دختر از ها... همونجا بالا میاره رود میگید کیرم تو کسی نادم چون که آدم کیریه اون کاری هم که من میکردم عزیزم گل میدم بعد گل بفرستم فلان کنم اونم همینطوری یعنی اگر میومدم خواهیم ها دم و گوز میدادم بیشتر شانس داشتم تا اینکه مثلا آقا بودم این حرفا بلکه اونجا اینا خواهرم یاد گرفتم دیگه اینو مثل قانون کردم برای خودم نگاه گفتم آقا نگاه کن دیگه یعنی تو که الان حرف خواهر تو که فکر می‌کنی 100 درصد اشتباه گوش دادی و جواب گرفتی و 6 ماه هر راه دیگه خود رفتی و همش به بنبس خورد آقا تو نمیفهمی اینو که میتونی بفهمی بفهم که نمیفهمی حالا یادم نفهم باید بری یادم با شور رو فالو کنه منم خواهرم با آدم با شوره بود تو زندگی میگم به من میگفت گفت, گفت اینجوری بریم به اون اونجوری بریم به اون دیگه من یاد گرفتم 4 که بود رفت یه من ترن ترین شده بودم خودم همین کارا میکردم مثل بنز چیز خوبی هست یعنی درست هست یه حرکت رو زدن و سنگین رفتن تو داستان بعد خود بهتر تو سوال بپرسید یعنی چی رو زدن؟ خیلی آتفی زیاد دیوونه با و... یعنی تو تو دو... تو جوانی آف... آتفی بریم ندیگه میگم آتفی بریم جوری که مثلا وای من میمیرم اگه تو نباشی <applause> نه اون دیگه اون نشون میده آدم فوق العاده احمقی است یعنی اگه به اون لول میرسی نه که احمق بدا احمق خوب حالا هر چکی لغتش هست بی تجربه چون تو وقتی به اون لول میرسی و تا حالا کسی بهت نگفته باشه که آقا آروم باش اوکی تموم میشه به خودت فشار نیار همه همینن هر خار کسته اولین که باشه شده همینجوری عاشق شده این یعنی تو چیز خاصی نیستی تو اگه بفهمی که نمیفهمی میدی خودتو کنترل کنی ولی اگه بگی نه خب این طبیعیه دیگه من طرفو دیدم واقعا عاشقش شدم دوستش دارم 99 درصد به ضرر تموم میشه به ضرر اون طرف تموم میشه و زندگی تو وقت رو تلف میکنی و جلوی پیشرفت خودتو میگیری 99 ممایز 99 بگم بهتره چون 99 دیگه خیلی صد نفر یه نفر موفق بشه همین چیزی اصلا نیست بعد به تو بهترین سن این موضوع چیه؟ چه موضوعی؟ کس بکنی یا زن بری از هم بگیرید سنگین بری توی رابطه آتفه آتفی واقعا هیچ وقت نباید توش اگه دروغ نخوام بهت بگم هر وقت خاطفی بری توش بالاخره کیر میخوری بدون استثنا تو هر سنی حالا اگه جوابتو بخوام به زور بدم سی تو تو سن سی سالگی 29 و 5 ماه هم نه بعد از تولد سی سالگی میتونی بگی آقا من یه دختر دیدم عاشق شدم اونم سی سالشه من اینو دوست دارم اونم اینو دوست داره من این کارو میکنم اونم این کارو میکنه دو سال ما هم برنامه داریم من اینو واقعا دیوونه اونم میتونه قبول کنم ولی اگر به اون طرف نشون بدی که عاشقی چیه اونم ازت خسته میشه حالا من مثال خودم میزنم من یه دختری باش دوست شدم هفت سالم با هم بودیم همه کارم براش کردم یعنی همه کارا یعنی من آرزون بود شش ماه اون کاری که من برای اون یعنی من هفت سال واسه اون کردم من آرزون بود شش ماه یکی واسه من این کاری که واسه اون کردم واسه من بکنه این شیش که باید اینجوری برسه هرچی میخوام برام بخره هرچی میخوام برام بکنه هر چی میخوام برام ببره هرچی میخوام برام بگیره حسن یعنی واقعا انگا بهشتی بعد اون چیز شد یعنی آدم خیلی آدم کیری بود یعنی سی سی میتی خب اون تموم شد با دختر بعدی اومدم گفتم که اوکی این دختر من خیلی لوسش کردم این که من قبلش خرج کردم و اینا این دختر خراب کردم دختر بعدی و میگم که باید بری سر کار پول در بیاری های خود وایسی نوادی به من فقط اتکا دو خبری گرفتیم همین کارا رو کردم ماهی مثلا 500 دلار می آورد تو خونه برای برای ما انقدر چوسی می اومد سر این 500 دلاره یا مثلا 1000 دلار 500 دلار بین 500 تا 1000 می آورد. بس اینکه چقدر بهش کار بدن انقدر چوسی می اومد و انقدر مثلا میگم ما من منم تو خونه این وار و مثلا مساویم دیگه یه روز نشون دادم ما مادر تو تو توهم زندگی می‌کنی. ببین خرج زندگی ما دور بر مثلا 32000 دلار ماهیه چی 32000 دلار تو هم کس خالی سویلا گفتم آره که بیا وسط نوشتم چون می‌دونستم در همین مزخرف می‌دی باز کردم کامپیوتر رو اکسل دونه دونه خرجا جمعش کامپیوتری با این نگاه که دو سه بار خون آقا وات دفا من باورم نمیشه گفتم آره خود که احمق آدم این آدمای بی شعور کدا یعنی انقدر شو نداری که بیا تو زندگیت ببین چه اتفاقی میافته. ولی وقتی 500 دلار میاری اونجا می‌بینی تو زندگی داره چه اتفاقی میافته. من 500 دلار آوردم حتما خرج ما 1000 دلار ماهی دیگه آقا آره کشکش احمق اگه نمیفهمی چجوری وقتی خودت پول میاری میفهمی که پس حتما دم نصفشو میدم اگرم نمیفهمی چرا اصلا حرفشو میزنی اگر میفهمی چرا مال منو نمیفهمی که من دارم برات انقدر در ماه پول میذارم دقیقا بالای سی هزار دلار بنده دارم میذارم تو جاکش داری 500 دلار میذاری چه جوری تو اینو نفهمیدی ولی وقتی خود 500 دلار میاری هوشمند سری چون روز اول که نیورد سه سال بنده بردارم دارم اینو ببرم کلاس پول کلاساشو بدم بیارم اینا که یه مدرک بگیره آرایشگری اونم بعد بره تو آرایشگاه تخمی وایس بهش پارت تایم کار بدم مثل سگ ازش کار بکشن من نداشته باشمش مسافت نتونم برم وقتم پر باشه که آخ خانم آخر, آخر ما 500 دلار بذاره تو, تو،, حساب خونه من پولر نمیخواستم من فکر کردم اگه یه نفر اینجوری باشه مسئول میشه خودش میبینه که چقدر سخته میره کار میکنه این همه مثل سگ زحمت میکشه فقط 500 دلار از دلار در تو کل ما ارزش بده به من به خانوادهمون به کاری که داریم با هم میکنیم اصلا آقا اگه بگی اینو میفهمن یعنی اصلا گاو گاو خلاصه بهش نشون دادم گفتم که اینجوری اینا اونم گفت اوکی ولی میگم هیچ فرقی نکرد یعنی دقیقا بعد چند وقت تبدیل شد به همون دختر اولیه بعد که این اتفاق افتاد گفتم که خیلی خوب من که میدونم من آدم بدی نیستم من که میدونم خیلی دارم از آدم دیگه که تو سن منه تو لول منه بیشتر پول درمیارم و موفق از نظر مالی من که میدونم نظر اطلاعاتی من خیلی بهتر و بیشترم از آدمای همسن خودم چون هر روز مطالعه میکنم هر روز زیاد میگیرم فلان بسات خب من تحصیل کردم تو مدرسه نرفتی من کارم ماهی چندین هزار دلار پول در تو الان در نمیاری من خیلی مثلا آدم درس خونده و تحصیل کرده ایم تو مثلا نمیتونی یه دونه صفحه نمیدونم مثلا چی بگم نسخه بنویسید یه درخواست بکنی به همسایه‌ت که مثلا من امروز مهمونی دارم ببخشید که سر صدا نمی‌کنم اینو نمیتونی بنویسی چون از یونان اومده بود اینجا فقط فیلم ترکی نگاه می‌کرد بعدش رفت تو آرشگاه شو دیگه کجا یاد بگیره نوشتن چه جوریه خب بس من میگم تو هر چیزی که مقایسه می می‌کنم تو از من پایینتری مامابای من پولدارتر از مامابای تو هم مامابای من تحصیل کرده تحصیل کرده تر از مامابای تو هم مامابای من دون دیده تر از مامابای تو هم هر جوری بخواید حساب کنی نامردی ها. این, این کار قشنگی نیست که تو خودتو با یکی مقایسه کنی ولی واسه بحث ما اگه به مقایسه کنی من 15 تا چیز برنده داشتم روی این آدم ولی هنوز من آدم عنای داستان شدم رابطه تمیز نبود قشنگ نبود به من نمیرسید اون احساسی که من میخواستم هیچ وقت نمیگرفتم همیشه رو ضرر میکردم وقتی دو تا دختر اینطوری شد گفتم خیلی خوب دیگه این ایراد از توه چون نمیشه که دو تا دختر کور باشن این همه چیزو نبینن مثلا اگه من ریاضیم خوب بود اون فیزیکش خوب بود مساوی بودیم ولی اگه من ریاضی و فیزیک و شیمی فهمیدم میخواد کوسنم تو یه صفحه کاغذ بنویسه به همسایش بگه من آب میخوام خب بعد ببینی که من از نظر تحصیلاتی بالاترم دیگه وقتی بغلم میشیم چشش میبینی که من ازش قدم بلندتره دیگه وقتی میدونی میبینه من سعی تر میدوام دیگه وقتی میبینی میسی بخیر میبینه من بیشتر پول دارم دیگه وقتی میبینی کار کنی میبینه خب من کارم 12 هفته کار میکنن واسه من نمیتونه نبینه بعد داره میبینه پس هیچ ارزشی واسش نداره پس منم که دارم بی ارزش می میکنم پس فهمیدم من با دادن ارزش به دوست دخترام کاری که میکنم به اینا توهم باحالی میدم اینا میرن بالا بعد که میرن بالا منو به پایین نگاه میکنم میگه این تخمین چیه چون میگه سوهل خیلی خفن ها اینجا من با دوست دخترم دوست شدم خوش اینجا میبینه منو اینجا میبینه بعد من میگم تو خیلی خفنی بود تو خوشگل تنی من خیلی خوشم که با تو هم بذار اینو بخرم ووب. بیا این کار بکنم ووب. به مسافرت و اینجا که میرسه مادر جنده اینو یادش میده پایین نگاه میکنه میگه من چرا با اینی که پایین تر از خودم دوستم برم اینو پیدا کنم این سوالی که چاغاله بعد من مغزم داره منفجر میشه چون من اینو یادمه من دارم سعی میکنم اینو برسم اینجا من اینو یادم نرفته این چون نمیخواد اینو یادش باشه اینو فراموش میکنه کامل خیلی هم تو این کار خوبن این کامل فراموش میکنه فقط تو این میمونه بعد فهمیدم که این کار منه که من این کار میکنم با النا که دوست شدم به خودم گفتم گفتم سوال اگه میخوای این رابطت کار کنه دیگه خود قبلی نمیتونی باشی نمیتونی خود کاملت باشی اینی که مثلا دوستای 24 ساعت با دوستو خط بگی تو خدایی تو باحالی دوستت دارم قربون من بم دستتو به مالم بز بوست کنم بعد از یه ما دختر ان شده بعد حالا شب بابت نشه بعضی موقع ها هست مثلا النا میاد تو بعد لباسش خیلی خوشگله مثلا میگم وا چه دافی شدی بعد میگم اه. بعد خودم نگم دارم میگم نه نگو نه نگو بعد اصلا پاره میشم از تو انقدر ناراحت میشم که نمیتونم خودم باشم اون لحظه ولی برای رابطه باید بکنی. اگه میخوای رابطت موفق باشه رابطه مثل شطرنجه هر روزی که شل بازی کنی بازی نکنی کیشومات شمات میشی کی شمات هم بازی بازی تموم شده ادامه دیگه نداره اینو از من به عنوان یه دون تجربه که من بدجور گرفتم چون خیلی آدما وقتی تو رابطه رابطهشون بده بعد دلیل میاره میگه من پول ندارم دخترم یه کس کش من نمیتونی ببری بیرون راست میگه دیگه مگه کار داشتم میگم چون قوی نش بزنه یکی دیگه میگه ماشین نداری یکی دیگه میگه خونه خودتو نداری یکی دیگه میگه کار نداری یکی دیگه میگه دولت کوچولو یعنی همیشه یه قور میزنه و تو همیشه میگه اگه من کار خوب داشتم اگه پول داشتم اگه ماشین داشتم اگه ما خونه داشتم این خوشحال بود اشتباه فکر میکنی همه اونا رو داشتی بهترم قرار بود بشه اگه طرفت اند باشه اند میشه طرفت هم خوب باشه خوبه اصلا مهم نیست همین النا دوره مثال میزنم خانم الانمو من وقت النا باش دوست شدم توی خونه یه خوابه زندگی میکردم چون تنها بودم میخواستم چیکار کنم یه خونه کوچیک گرفته بودم خیلی خیلی زندگی معمولی معمولی النا اومد و خیلی قشنگ با من رو رابطه برقرار کرد بعد با هم شدیم گفتش که خب بس بریم تو خونه هم دیگه گفتم اوکی گفتم میام خونه تو خونه من که یه خوابه جا نداریم یه بچه داری تو خودت خودت هستی اینا نه اوکی اومد تو خونه یه خوابه با من ساخت تا شبها میگادم یه دونه از این گاز کوچولوها داشتیم که روشنش میکنی فکر تو کانون 20 دلاره بعد اینو میبرد میذاشت جلوی در خونه در باز میکرد میشست رو پله ای اول اینو روشن میکرد روش مایتو میذاشت بعد در من استیک درست میکرد تو نمیدونی این صحنه چقدر واسه من قشنگه من مثلا خونه داشتم که سه خوابه توی کل هاربر داون تاون ویو استنی پارک و اقیانوس بعد ساب تمام سمت چپ خونه. ساختمون مال منه یه بالکن دارم از این ور تا اون ور یعنی مثلا یه بالکن دارم مثلا 20 متر ارزشه حتی طولش میشه دیگه ولی خب بعد این یه باربیکیو داشتم که تو میز جوش 80 تا همبرگر با هم بذاری سایز قول ما یه دفعه این دختره یه بار یه دونه چیز روشن کنه روی اینا بگه سوال بخوام بهت حال بدم میدونی یعنی مثلا فقط در آشپزخونه باز میگم میز شوش بعد النا بعد یه گاز رو از تو انباری می آورد بعد زانو میزد مثل این حمالا کنار خی... خیابون میزد بعد مثلا عمله میخواستم اینا اونجا دود بالا میشود همه جا خودش پوی دود گوشت رو میگرفت چون جایی نداشت بر بر پل که بره رو پله میشست که جای خود جاتون آب و بارون میخروش تو نمیدونی این صحنه چه قله لذت بخش و ارزش داره واسه من که یعنی یه آدم با یه دونه گاز و یه پله میتونه با خوشمزه ترین استیک رو درست کنه ولی یه آدم های دیگه میتونن تو خونه فلان وسایل فلان بهترین گوشتا یه خاطره واسه تو درست نکنن تو فکر کن من با این دختره مادر جنده هفت سال دوست بودم یک خاطره خوب از این ندارم یعنی یه آدم چقدر میتونه کیری باشه یه دفعه یه غذا درست کنه یه دفعه یه چرا یه دفعه به من حالا دروغ نگم چون آدم دروغ واقعا نیستم همون یه شش ماه یه سال که با هم دوست بودیم یه بار خونه نبودم اومده بود خونه من خونه مرتب کرده بود بمونه که من خیلی دارم مرتب یعنی خونه من تو به چیزی زیاد مرتب کنی ولی اومده بود گفته بود که اوکی بذار میزار یه بار دستمال بکشم یه دونه گل خریده بود گشته بود روی میز من که وارد شدم گفتم عجب این تنها باریه که این آدم واسه من کار خوب کرد یه بار دیگه هم ولنتاینز بود صبح اومد خونم من که خواب بودم بدون که بفهمم صبحونه درست کرد برای من خودش هم لباس سکسی پوشید نشسته بود روی میز که من بیام جفتشون رو بخورم دو تا کار خوب باسه من کرده یعنی توی هفت سال تو اگه بکنی میشه مثلا 2500 روز 2495 و و بار کار کیری کرده دو بار کار خوب به خاطر همین ام این به نظر بنده این ذات درونی تمام دختراست به علاوه مامان خودت به علاوه خواهرت به علاوه خالت به علاوه و هر کدومشون حال بدین سوار میشن هیچ کسی از سواری بدش نمیاد یه دوست داشتم خیلی مثال قشنگی میزد میگو اگه من یه ماه بیام خونه تو هر روز بهت آبجو بدم نه تو بهم هر روز بهم آبجو بدی روز سیوم بیام بهم آبجو ندی شاکی میشم میگم مگه من مسخره تام آبجوی من کو منو نخ... نسخ کردی فلان 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 ولی اگر تو اون سی بار یه بار بهش آبجو ندم فقط روز سیوم بهش یه دون آبجو بدم دست و پای منو میبوسه یعنی توی سناریو یه بار بیار دادم دست و پام بوسیده شده توی سناریو 29 بار بیار دادم به هم انم زدن یه دقیقه به این خوب فکر کنی حداقل اگه قرار به ان بزنه انتظار داری با یه بیریه باشه اینکه که 29 تا بدی و ان بخورید یه خیلی ظلمه واسه همین اینو یاد بگیرین آدم این چیز یاد گرفتنیه یه چیز فهمیدنیه و بفهم تمام پسرای ایران همیشه هم وقتی میگم تمام بالای 90 درصد هم سوال میکنم توی این آیدیا هستن که باید به دختر رو بیبی کنن کوچولوش کنن دختر نباید آشغال ببره دختر نباید در باس کنه دختر نباید پول غذا بده دختر نباید چمدون از پلا بکشه ببره بالا و و و و و, 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 و. پسره شاید زنش مجبور بشه چمدون ببره بالا چون یه سر کار زنم چمدون کشه ولی پسر هرون ناراحته پسر میگه اگه من لاتاری ببرم یهو بهم 100 میلیون دلار پول بدن امکان نداره دیگه زن من جعبه بلند کنه ولی من که لاتاری الان بردم تکنیکلی بزنم میگم چمدون بردار بیارش پایین دو تا چمدون یکیشو من میرم اون شیشه النا بیا اون کیو بیار پایین دارم شطرنج بازی میکنم اون لحظه که النا صدا میکنم النا بیا چمدون رو بر پایین از ته دل ناراحتم که چرا دارم به النا حرف میزنم چرا دارم النا رو زور میکنم چمدون بیاره وقتی مثلا واسه من راحت تره. من دیو سارید اینجا به خاطر اینکه نمیخوام رابطه‌مو از دست بدم میخوام تا روز آخر با هم شطرنج بازی کنیم توی بازی قشنگ باشیم برنده نداشته باشه فقط بازی کنیم و تموم بشه یکی آخرش بود بزنه زیر میز برگرده یعنی که اون بمیره ولی اگر لوس کنی شل کنی بازی و کیش و مات میشی بازی هم تموم میشه یعنی هم بازنده میشی هم بازی تو دست میدی منم دارم دوباره تکرار میکنم اینو همه فکر میکنین مشکل پول مشکل جایی که هستین مشکل کار مشکل خونه هست، مشکل محل مشکل مام بابات هیچ کدوم از اینا نیست تمام اینا کسوشره تمام بهونهایی که دخترها یاد گرفتن که اگه به تو بگن تو نمیتونی جواب بدی تو هم خود یاد گرفتی که آره دیگه الان اون دختره کن که هر روز داره تو اینستاگرام عکس میذاره با شوهرش هر روز بهترین رستورانان بهترین جهان دخترم داره میخنده چون ما هیچ آیدیایی نداری که وقتی این تلفن خاموش میشه دختره چه پاتیاری میشه یه بار با ما ماشین برمیگشتم داشتم میرفتم داون بعد این دختره دهن منو سرویس کرد دهن سرویس کرد دهن سرویس کرد. کرد یهو دیگه من اصلا قاطی کردم چون نمیفهمیدم چرا دا داستان خامنه و ایران بود گفتم چرا داری کارو کیری میکنی ما که آدمای خوبی هستیم رابطمون که خوبه من که آدم کسبازی نیستم برم چیت کنم با تو مالی مونم که خوبه زندگی که خوب داریم میره جلو از همه جلوتریم چرا تو باید کیری باشی چرا تو باید آدم عوضی باشی من نمیفهمم اینو وسط خیابون تو اتوبان دور زدم بر شوکم برشن طرف خونه بعد آخر گفت نه نه که من معذرت میخوام بعد ما اجنده اگه میدید به مثلا رستورانی که میخواد نمیرسه آروم میشد اگه تو راه رستوران داشتیم میرفتیم تا را... تا رستوران ننه منو میگید ولی اگه دم رستوران دور میزدم خایمانی میکرد چون میخواست به قضاش برسه اصلا نمیدونی دو خرج. بعد دور زدم تمام اتوبان با مش میکوبیدم تو بوغ ماشین و اربده میکشیدم <applause> با مش بزنم دو <applause> بعد دختر خواهی کرد و چسبیده بود به گوشه در من هم فقط همین رو میخواستم. میخواستم زر نزنم نزم. نه خواستم بشنوم از اتوبان تا در خونه دختره داد زدم و مش زدم رسیدم در خونه در باز کردم فقط ماشین هولش دادم پایین درو بستم رفتم با این حال موندم تو رابطه چون وقتی که تو عاشق میشی خورده کتم سر بولانست احمق میشی یعنی هر الاغی که تو فکر میکنی جای من بود اونجا و بگی آقا من دارم همه چی به این دختر پتیاره میدم این جنده کسکش دو هیچ وقت به من خوبی نمیکنه الانم به جای رسیدم که دارم تو ماشینم. مش میزنم و داد میزنم به خاطر این گوه کیری خب چرا این تو زندگی منه برو گم شو ولی این کار نمیتوسم بکنم چون تایی دلم میگفتم نه nah, این جوونیشو گذاشته واسه من من تو 22 سالگی با این دوست شدم الان دیگه داره میشه شفته میشه نادزدی نامردی من نمیتونم این کارو به این بکنم پسرا ما خیلی مهربونیم ما خیلی فاکین مهربونیم بعد ما فکر میکنیم ما بده ایم دخترا خوبه ما مهربونه ایم دخترا بدان خب بعد وقتی تو اون بدر رو خوب تاس خود فکر بکنی دیگه اصلا به گا بعد اونا اینو میدونن لوس کردن و کوچیک بودن و چون ببین هم خوشگل خوشگلترن هم تو دلبروتن چه بچه قد خوشگله چون کوچولوتره چیزای کوچولوتر کلا خوشگلتر و گوگلی ترن دخترم اینو داره روش بعد ما پشمالیم اونا بی پشمن. دوباره اون گوگلیش میکنه اونا نرمن ما سفتیم دوباره گوگلیش میکنه بعد اون پرتقالم که بذاری روش لاپاشون که دیگه اصلا سیستم به گام میره دیگه دیگه سات اول نمون فقط پرتقال میتونه مغز تو رو بزنه بخاطر همین تو همیشه توی توهمی هستی که این یه خیلی ماه و عشق و فنان و بسال تو نباید مثلا اینو ناراحت کنی فکر نکن کنی دخترها یه چیزای فوق حسابگر حواس به جمع به فکر خودشون فقط و میخوان به خودشون چیزی که خودشون میخوان بهش برسه اصلا تخمشون هم نیست که تو چی میخوای کی هستی چی هستی تمام مردایی که الان زن شوهر دارن یعنی زن شوهرن یک سال شروع کردن کار نکردن 95 درصدشون به طلاق میرسن این یعنی یارو میگه من دیگه نمیخوام کار کنم حسن ندارم اصلا نه مریض شدم نه مشکل نمیخوام کار کنم حالا ما 10 سال زن شوهریم 10 سال تو خونه خوابیدیم من 10 سال کار کردم حالا دیگه نمیخوام کار کنم منطق چی میگه منطق میگه خب بس نقاط تو به 10 سال کار کنی دیگه این که کوزه خارش منطق دوم چی میگه خیلی خب 10 سال کار کرد یه سال نمیخواد کار کنه قبول یه سال سخت زندگی میکنیم این حال کنه دیگه نمیدیم بیرون یه کفش گرون نمیخریم ولی این یه سال حال کنه اونم نه در حرف 4 ماه میذارتت میره بعد به هر کی میرسه میگه آره یهو کس خود نشه از خونه گو کار دیگه نمیکنه کار زندگی اون از بین ببره اونم میگه خب زندگی تو سیو کردی خواهر من چه آدم کیری بوده <تصفح> اگه دروغ میگم کامل لازم این کس میگی راست میگم بعد به حد چیزی یه دختر متاسفانه خودشو تو جامعه به چیز ضعیف کوچولوی تو سعی زده یه شیطان اگه بتونی کنترلش کنی یه همچین قولی رو تو تیمت داری خب خوبه دیگه تو بازی میکنی این کرکتر کسخاله اون دختران تو داشته باشی خوبه داشته باشیش بازی باید میشه ببری ولی بعد کنترلش کنی اینا تو کنترلش کنی تو هم میگاه این شخصیت دختره و پسرا من میدونم نگه احساس میکنم میدونم اینو نمیفهمن ما جوری که تو تلویزیون دیدیم تو فیلم ها دیدیم تو رو شنیدیم مامانه میاد خونه فهمیدی مجید چیکار کرد برای زنش سورپرایز یه دونه ویلا خریده تو شمال اینا یه جوری میگه که بابای تو ننش جندشه چون فلانی یه دونه ویلا خریده ولی مریض دیگه خب اون که خودش شعور داره بابای تو نمیتونه ویلا بخره اگه میتونست که میخرید تا الان منتظر کسوشه تو که نبود ولی میاد یه جوری به بابای میگه که بابا هر روز تا آخر عمرش بره کار نتونه ویلا رو بخره میگه من چاغالم دیگه یه ویلا ببین شوهر فلانی خرید ما نتونستیم ایرانی هم که خوراک چشو هم میاد یعنی من هیچ کشوری بیشتر از ایران نیدم تو چشو همچش همه دارن ها ولی ایرانی ها وحشیانه دارن تو لولی که مثلا اینجا تو تلویزیون مثلا آمریکا داره فیلم آمریکایی میسازه میخواد به یکی تیکه بندازه میگه انگا که ایرانی اینقدر چوسی میاه. یکون تا کشور هست اینا همه رو دیدن فیلمم تو آمریکا داره ساخته میشه به واسطه آمریکایی وقتی میکنه استفاده کنه میگه اینو بزن چون اینا از همه چوسی ترن تو همه فیلم جخت نشون میده گردن بندای طلا آقا دیدم میخواستم میگم این بچهای ایران این چی داستان گردن بند طلا میندازین میندازینش بیرون بعضی مثلا دیدم پ... مثلا نقشه ایرانه یا مثلا مثلا یه چیز خوشگل مثلا خورشیده اینو شما کی بهتون یاد داده که اینو بندازین بیرون اینا گردن من الان گردن بند دارم این گردن من بره تو این کجا مد شده این دهاتی بازیه میندازن بیرون اینو بهت میگم یکی از کیری ترین کارهایی که میتونین بکنین جون مادرتون یکی از ایران میاد بیرون این کارتو قطع کنین این گردن بندو هیچ تو هیچکی تخمش نیست تو چاغال رفتی دو میلیون من جمع که یه دونه طلا خریدید روشم پرچمی که بنزین من طلا گردنمه این سیاه‌پوستا رو دیدید رپر رو گردن من زنجیر کلوف مثلا 2 میلیون یا زنجیر طلاشه اونم کارگیریه یعنی اونا هم, هم مسخرهش می‌کنن ایرانی که چش میندازن زنجیرش که اصلا نمیتونی ببینی اینقدر نازکه بعد یه دونه پرچم نازک ایران یه م... مپ ایران همه ایرانی‌های جواد اینو دارن آقا نکنین این کار این چه کس شریه واقعا کجا مود شد من من هم مثلا نمی‌فهمم تلویزیون نمی‌دیم مثلا بازیگر مردم اینو خیلی مود ایرانی ها تا میبینی میفهمی ایرانیه خدا هیچ کسی دیگه این کارو نمیکنه خلاص آقا خودتون جمع کنین نگران دخترو باشین دخترو خیلی خطرناکن اصلا چیزی که شما فکر نیستن نه شکنندهن نه ضعیفن ده برابر ما قوی ترن ده برابر ما باهوش ترن الله یک چونش بچه میزاد من یه بار انم کن گنده شده بود سال 2003 تو فرانسه خونه علیرضا هنوز یادمه <تص> تاکن نکن دخترا ضعیف اینا فقط تو توهم ماه توهم رو باید جمع کنیم دخترا رو خیلی بهتر میشه باشون رابطه داشت وقتی دختر قوی باشه بغلت و چون نده تو یه بازیکن قوی تو تیمت داری یه نفر مغزتو داره نمیگاد این چه حالی میده تا یکی بخواد مغزتو بگاد کنه مثلا یه دوست دارم زنش کار میکنه مادر اینو گایده چون کار میکنه خب کسش داری کار میکنی پول در میاری دیگه تو یه رابطه این زن و شوهری یه تو پول در میاری تو پول در اگه تو کارت خیلی قوی بشه که دیگه لازم نباشه زن کار کنه بزنه بیاد بیرون برعکسش هم بشه قبوله ولی بهت دارم میگم اگه برعکسش بشه زنه میزنه میره من میگم خب من انقدر دارم پول در میارم که دیگه به تو احتیاجی ندارم برای چی با تو هم اصلا طلاق میگیره میره ولی مرده اگه به پول برسه به زنش میگه عزیزم دیگه کار نکن بذار برات یه ماساژ هم بگیرم ماساژت بدین چند وقت ولی زن این کار نمیکنه زن میگه خاک بر سرت ببین چقدر تو چاغالی که من به پول رسیدم تو گو هنوز به پول نرسیدی فقط دعوا و مرافعه و اینا من دیدم و اینا حدسی نیستا من میگم یه دفعه گوش بدید من از ایران که اومدم به سی نفر دوستان گفتم دارم فقط میرم کانادا چون میخواستم قایم کنم چون 400 تا رفیق داشتم من آدمی هم که رفیق باز سنگین بودم خیلی دیدم و به خاطر آدمی هم که قضاوت نمیکنم کسی و به کسی تیکه بد نمیندازم استفاده نمیکنم چیزی که ببینم بعدا در آینده خاریا رو بگم خیلی دوستان با من بازن زندگیشون به من نشون میدن به من میگن چی میشه چی نمیشه همه چیزو من دارم اطلاعاتشون بعد انقدر بار اینو دیدم که دیگه ناراحت شدم زن اگه کار کنه همش مال خودشه چستیشم رو سر مرده مرد اگه کار کنه چرا نمیتونی بیشتر کار کنی چه منطقی آخه چطوری میتونی توی خانواده زن بره کار کنه به شوهرش قور بزنه من نمیفهم واقعا خلاصه آقا خودتون رو جمع کنین این بحثی بود که امین میخواست امروز بیاره با دراجه به دختر یادتون باشه همه گول میخورین سعی کنین گول نخورین علیکم کوچه نگین فهمیدم واقعا سعی کنین بفهمین با دختر دو دوست میشین اگه بهش بها ندین عکس نمیدونم عکسشو بزنین رو پروفایلتون عکسشو بزنین رو اینستاگرامتون رو فیسبوکت عکس منبا چی؟ بکراند گوشی. برکن گوشی اوکی. اون چیز شخصیته. اون چیزی که تو داری می‌بینی، می‌خوای دخترا رو ببینی ببین. ولی وقتی من میام تو فیسبوک تو می‌بینم بغل عکس دوست دخترت گوشی، معلوم که بیخایه ای یا خایه مالی یکی از این دو یا اینکه خودت گفتی خایه مالیام. هم. برم هم عکس اینو بذارم چون من انقدر خوشحالم که این دختره به من داده همه ببینن یا دختره گفته من باید عکسم اونجا باشه. من می‌خوام همه بدونن که تو دوست پسر منی. توام به قول معروف گفتی اوکی. Okay. فقط هم دو دلیل. دلیل سوم نداره که تو عکس دوست دخترت بذاری رو پروفایلت. گوشیت بذار چه میدونم تو آینه توالتت بکش عکسش اصلا بده مثلا رو دیوار نقاشی کنن جای خودت شور من با اون ندارم ولی وقتی جای عمومی بهش بها میدی دختره میره بالا وقتی بره بالا تو را از پایین نگاه میکنی تو دیگه نمیتونی بهش برسی چون اون به تو بهانه نداده فقط راه بها به هم دیگه میتونی بریم بالا و چون تو داری یه طرفه میدی دختره که بره بالا تو رو پایین نگاه میکنه میزن زیر کونت میری تو خای مالی کردی انم شدی اگر یک بار تو زندگی عکس دوست دخترت گذاشتی پروفایلت بدون که شخصیت توت چاغاله اون شخصیت مثل من دوباره بزشت میگم بزشت اگر من چی تو گذاشتی پروفایل رکسو م... مط... راستش رو بخوای یادم نمیاد ولی مطمئنم قدیما گذاشتم یعنی مطمئنم ولی واقعا یادم نمیاد واقعا یادم نمیاد که گشته باشم نداشته باشم مهم نیست که من که خودم میدونم چاغالم اون کسی که نمیدونه چاغاله از روی عکس شاید بتونه بفهمه چاغاله من آری میدونم چاغالم واسه دیگه تو عکس گشته باشم نذاشته باشم اصلا فرقی نداره من اطلاعاتی که میخواستمو رو گرفتم ولی دارم میگم کسی داره نگاه میکنه این ویدیو رو نمیدونه چاغاله یا نه اگه خودش فکر کنه میگه این کارو کرده بدون چاغالی چیز بدی هم نیست ولی اگه کنترلش نکنی دهن ده بدن تو میگاد. خیلی بد میشه بگی بفهمی خودتو کنترل کنی مغزت میخواد بگه آی جون آی لوف یو ولی دهنت بگه کینم هم, هم نیستی این باز میشه بدی بالا این میشه قوی بشی میشه تو رابطت بچسبی همه بچسن بهت همه عاشقت باشن کی رو خواهد برن بالا به محض اینکه بگی خیلی خوب من ریدم به صد تا دختر همه مهم حال دادن حالا از این خوشم اومده به این دیگه نمیخوام برینم چون مادر بچه هامه، چون عشق زندگیمه همون ننتو میگاد همون سوارت میشه همون پولتو میزنه میره همون خونتو خراب میکنه خونتو میاد میفروشه که پولش ببره یعنی نداره دادا نداره های که میگیرین؟ نه ببین من چون اگه نگاه کنید دفعه اول نیست که حرفا رو میزنم من نه میخوام به دخترا برینم نه میخوام به پسرا برینم من دارم توضیح میدم رابطه چریختیه و وقتی دختر رو بشناسن چون دختر وقتی خوشش میبینه پسرش میگه ای جون ای جون باور میکنه که من جونم به گوی نیستی اون کسی که رو دخترا میاد رو همه مدلای دخترا میاد 4 بیلیون تام دختر دارین ولی دخترا مخصوصا دخترا کشوری بسته فکر میکنن این کسره که میدن بیرون انگار مثلا کبوتر پرواز دادن خب خوش یعنی چه کاری خاصی نکردی یعنی ننت هم داد مادر بزرگت هم داد تو هم باید بدی دیگه چه اتفاقی داره میفته چی برات عجیبه ولی یک جوری اینو پر... چیز میکنن که او من دیگه کستم بودم این پسر باید پسر چی اونم کیر داد به تو فرق نداره تو هم همونقدر که فلان اون دوست داره فلان تو رو دوست داره یه موقع پسرا دو بیشتر دوست دارن موقع دخترا بیشتر دوست ولی اینکه ما حشری تریم قبول ما حشری تریم دوخم تو خوشو کنترل کنه حشری نمیشه به اندازه ما حشری میشه از دست میده ولی ما ما هر سه ثانیه است دلیلم داره چون تو هر سه ثانیه بدن ما یه دون اسپرم تولید میشه هر سه ثانیه اون اسپرم مغز سیگنال میفرسته که بده بکنی بده بکنی بده بکنی تو همیشه حشری نمیدونم هم چرا دختر اینو نداره دختر برعکسشو داره میگه تو یه دون تخم داری مواظب باش به بهترین بده به قوی ترین بده که بچت گنده باشه احتمال زندگیش زنده بودنش بیشتر بشه و همین اون باید بگره که انتخاب کنه تو باید تا میتونی بکنی تکنیکلی هم وقتی می تو رابطه زن و شوهری زن دوباره داره میبره چون زن دلش میخواد به یکی بده نه که دلش میخواد به یکی بده دلش براش بهتره که به یکی بده بعد اون یکی وایس بالا سرش بچه‌شون نگهداری کنه برسونه بهشون با این موضوع اوکیه که یه بار بده بچه داشته با اون یه نفر بمونه بچه رو بزرگ کنه ولی مرد اینجوری دور دیزاین نشده مرد دیزاین شده که هر ثانیه بره یکی بکنه دنیا اینو میخواد دنیا هم دلش میخواد که من اگه مثلا دی ان ای خوبه مثلا انیشتن دی ان ایش خوبه اگه میرفت هزار تا زن رو میکرد الان میخواد دو تا از اون هزار تا زن در اومده باشه و این چون هیچ کاری نکرد هیچ چی نشد ولی دوباره میگم این مردم اومدن راضی شدیم به زنا خیلی خب ما دیگه کس نمیکنیم با اینکه حیوان همه میکنن ما هم دلمون میخواد بکنیم هم همه تکنیکنی تکنیک ولی باز بزنه میگیم نه نمیکنیم ولی یه دونه زن تو دنیا من ندیدم بیاد بگه آقا من میفهمم تو دوست داری بری بکنی برو بکن یه دونه من ندیدم یارو منطقیه میدونی این حرفی که من میزنم از کونم که در دا نمیرم اینا اطلاعات اینا بیولوژیه اینا درسش که میتونی بخونی از یه زن بعد یه زن باشه که شورش برسه دیگه اینو بخونه میگه اوه پس شوهر من هر 3 ثانیه داش میگه یکی دیگه رو بکنه دمت گرم که تو روزی 12 هزار بار میگه یکی دیگه رو بکنی کس بکنی هیچ دلیلی حرفو نمیزنه ولی یه دفعه فقط یکی یه گوی بکنه ننش رو میگه همه زنان دیگه هم, هم. هیچ نوع منطقی هم توش نه دیگه گفته بود فقط تو رو میکنه چطور نمیکنه و و و با, 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 با. زن اینه زن یه شخصیت وحشیه است. خودخواه حسابگره ولی ماها یه بخش شخص بچه ضعیف امی من تشنمه ما اینو میبینیم ولی این فیلم من منم الان بازی کردم منم میتونم حساب بشم این کارا رو بکنم ولی فرقش اینه که هیچ کیرش هم حساب من کارو بکنم پسرای این آپشن نداریم خودمون لوس کنیم کسی به کسی بهمون حال بده ولی دختر داره تو پا میشی میری یه مهمونی خفن تو مطمئنی تمام پسرایی که اونجا خفنن اگه بونش بری یه قایق مثلا 70 میلیون دلاری سوارشی 5 تا پسر اونجا باشن با 5 دختر تو مطمئنی که اون پنج پسر یه چیزی هستن یا پولدارن یا معروفن یا مثلا بچه صاحب اون کشتیه درسته میگم ولی اون پنج دختر هر گویی میتونن باشن یکی باباش سرایدار مدرسه است ولی چون دختر مماش انقدر بدم هست بیا بیا اون یکی تو خیابون پیداش کردیم تو راه گفتیم کوسه گفتیم سوار شو تا مهمی کجا اومده پس دختر فقط با بودنش هست میتونه به بهترین جاها وارد بشه تو خیابون سوار شد تو پنه. کدوم پسر تو زندگیش هم چه اتفاقی افتاده یه سه تا دختر بزنم بغل تو دختر موفق اون یکی سوار کردن دختر موفق بزنم بغل؟, بزن بغل توی ماشه. ماشین خفن آقا پسر وقت داری امروز بریم قایق سواری بشین بعد ببرنش اونجا بهش غذا بدن مشروب بدن ماساژش بدن کرم هم بزنن که پوستش نسوزه بعد دور بشونش تو ماشین برش کردن خونش این اتفاق نمیفته واسه پسرا ولی برای هر دختری امکان داره بیفته فقط کافی خود خوشگل باشه ولی پسر خوشگل باشه قد بلند باشه پولدار باشه دونده باشه هر چیزی که میخواد باشه باشه هیچ چخی نیازش نمیرسه تا اینکه بره 10 سال زحمت بکشه خوش نشون بده معروف کنه تو اینستاگرام 3 میلیون فالوور داشته باشه بعد اون موقع پا بگیره اونم دو خودشه میگه اگه من به این بدم هم میتونم اینستاگرامم بزنم با این عکس گرفتم معروفتر بشم چهار تا فالوور بگیرم این امکان داره مخشو بتونم بزنم منو بگیره تا آخر عمر دیگه دیگر لازم نیست هیچ کاری بکنم یعنی اونم باز به خاطر این میان به اون گیر میدن نه بخاطر این بفهمیدن یه پسر خوبیه پس بریم بهش حال بدیم نه میگه بزن ببینم میتونم بدوزمش خودم من اگه دختری داره نگاه میکنه و من کوسوشه دارم میگم لطفا اونجا بنویس واسه من که من چرا دارم کوسوشه میگم کونو حرف من اشتباه بوده من واقعا علاقه دارم ببینم من چون با هر دختری حرفو میزنم میگه راست میگه من نمیدونم تو خوب دختر رو میشناسی و این راست میگی ما دقیقا همین انی این هستیم که تو میگی اینو داره صد تا دختر به من اوکی آقا این دیگه خیلی طولانی شد من میخواستم در دقیقه تمامش کنیم شد یه سال روز خوبی داشته باشین همین حرفی داری سوالی داری بگو نداری جمعش کنیم بچه ها بگارفتن من یاد همین الان پیام دادم شد در خیلی مریض روز خوبی داشته باشین چاکس